خنک اون قماربازی که بباخت هرچی بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. سلام دارم خدمت عاشقان کوی حق. من الهه روزدار هستم و تصمیم گرفتم این ویدیو رو تقدیم کنم به تمام جهان هستی، به خصوص اون تمام فارسی زبانایی که در سراسر دنیا هستن و مخصوصاً هموطنان عزیز در کشور عزیزمون ایران. من دیروز 2 ویدیو به زبان انگلیسی در این باره ارائه دادم و کامنت های خیلی گرفتم از مردمی که فارسی زبان هستن، به خصوص از ایران، که خواستن که اینو این کلام رو به زبان فارسی توضیح بدم. و الان دیگه این تصمیم رو گرفتم و سعی خدا میکنم به بهترین وجه اینو به فارسی بیان کنم، به خصوص برای کسانی که واقعا جوینده حقیقت هستن، فقط میخوان بدونن حقیقت چیه. این فقط مال اون مایندی که ذهنی که فقط میخواد یه چیز اطلاعات کسب کنه و ببینه، این مال اون شخص نیست. این مال فقط کسیه که واقعا از اعماق وجودش تنها هدفش تو این دنیا درک این حقیقته، و امیدوارم این کمک بکنه. من قبل از اینکه اصلا شروع کنم به این آنالیز، این آنالیزی که هست یه چیزیه که همه دارن تجربهش میکنن، تجربه بیداری، تجربه خواب و تجربه خواب عمیق. به این دلیل من این آنالیز انتخاب کردم که این مخصوص همه است، یعنی همه این تجربه رو دارن. اینطوری نیست که من بگم شما باید مدیتیت کنی، بری تو یک استیت به خصوص سمادی مثلا اونجا باشی تا بتونی بفهمی من دارم چی میگم. همه آدما این بیداری، خواب و خواب عمیق رو تجربه کردن. ما تمام صحبتمون دور هولهوش این سه تا استیت میگرده. من اینو اسمش استیت میذارم چون توی زبان انگلیسی هم من اینو به عنوان استیت معرفی کردم. به فارسیشو من نمیدونم دقیقاً چی به این میگن، ولی اون چیزی که من به زبان انگلیسی گفتم همونو اینجا بیان میکنم که همه اینا با همدیگه وفق کنه به همدیگه، یعنی در واقع تمرکز روی یه چیز باشه. قبل از اینکه اصلا شروع کنم یه داستان میخوام براتون بگم. این داستان همه میدونم داستان رو دوست دارن و اول از این داستان شروع میکنیم. این داستان یه پادشاهی به نام کینگ جاناکا، خیلی معروفه این داستان. کینگ جاناکا یه پادشاهی بوده که فیلسوف بوده و دنبال حقیقت بوده. این یک آدم معمولی نبوده، فقط که همینطوری زندگی معمولی مثل بقیه آدم ها. این انالایز میکرده هر چیزی که رخ میداده براش، همینجوری نبوده. بنابراین یه شب که میخوابه یکو میبینه صدا میاد و سربازاش میان میگن که به ما حمله شده، از کشور بغلی به ما حمله شده. این بلند میشه و شروع میکنه لباسهای مخصوص جنگ و پوشیدن و با گروهش با لشکرش میره شروع میکنه به جنگ. و تو این جنگ اینا میبازن جنگو، بنابراین تمام کشور میفته به دست اون کشوری که مهاجم بوده. وقتی اینطور میشه به این پادشاه رو میگیرن، این جاناکا رو میگیرن و اسیرش میکنن. و وقتی اسیر میشه بهش میگن ما تو رو نمیکشیم، ولی باید از این کشور بری توی جای دیگه، کشور دیگه. این هم قبول میکنه. ولی در طول راه که داشته میرفته که تمام زخمی شده بوده، خسته بوده، تشنه و گرسنه بوده، تو در هر خونه رو که میزنه اینا در رو روش باز نمیکنن، چون میدونن که این کشور دیگه این پادشاهشون نیست. بنابراین مجبور میشه میره به یک کشور دیگه. بعد تو کشور همسایه که میره یهو یه جایی رو میبینه که میبینه دارن به مردم فقیر غذا پخش میکنن. اینم میره تو صف، اونم یه دونه پیاله برمیداره میره تو صف. همینطور که تو صف وایساده و خسته و گرسنه بوده، وقتی که نوبت بهش میرسه بهش میگن دیگه غذا تموم شده. اینم شروع میکنه گریه کردن، میگه بابا من خیلی گرسنم، خستم، یه چیزی به من بدین. خلاصه اونا میان یه ذره آب میریزن تای قابلمه و یه هرچی که اون ته بوده میریزن توی این قابلمه کوچیکی که داشته و که بخوره. اینم تا میاد شروع کنه خوردن، تصادفا این قابلمه بر میگرده و میریزه، همه میریزه رو خاک، میریزه زمین. اینم شروع میکنه افتادن رو خاک و گریه کردن و داد زدن.
همین که همینطور داشته داد میزده، یکو نگاه میکنه میبینه رو تختش نشسته و همین در واقع خواب بوده. حالا این اگه یه آدم معمولی باشه، با همین همه آدم های معمولی هستن، آه یه خواب بوده، الحمدلله خواب بوده و تمام شده رفته، فقط دنبال میکنه زندگیشو. ولی این پادشاه فیلسوف بوده، یکو به خودش میاد فقط این جمله رو میگه، اون حقیقی بود یا این حقیقته؟ اون حقیقی بود یا این حقیقته؟ همینطور این جمله رو بیان میکنه تا اینکه همسرش میاد و سلام علیک میکنه صبح و میگه خب حال شما چطوره، باز همش میگه اون حقیقی بود یا این حقیقته. بعد دیگه حالا همین میان، وزیرش میاد که سوال ازش داشتن، کار داشتن باش، فقط تنها حرفی که از این در میاد میگه اون حقیقت بود یا این حقیقته، اون حقیقی بود یا این حقیقته. تا اینکه یک عارفی میاد تو این کشور و بهش میگن پادشاه این مشکلو داره، این عارف میدونه جریان چی، میبرنش این عارفو خدمت پادشاه. وقتی میرسه سلام میکنه، تا سلام علیک میکنه دوباره پادشاه میگه اون حقیقت بود یا این حقیقته. در هر صورت این عارف یه جوری اینو ازش میاره بیرون، میگه خب تعریف کن که چیه، جریانو تعریف میکنه، میگه من این خوابو دیدم و بعد بیدارشتم، ولی میخوام ببینم اون حقیقت بود یا این حقیقت، چون اینا همش از دید من در اون لحظه که داشتم تجربه میکنم هر دوتاش حقیقته. پادشاه میگه که خیلی، این اون عارف بهش میگه که خیلی خوب، حالا به من بگو، تو وقتی که داشتی اون تجربه خوابو میکردی و روی خاک افتاده بودی گریه میکردی و خسته و گرسنه بودی، آیا این جام و جال و جلال و این پادشاهی اینا همه اونجا بود؟ میگه نه. میگه خب حالا الان که اینجا هستی، تو این مقامت هستی، نشستی روی تخت و تاجت، تمام این کشور زیر دست توه، آیا اون چیزی که اونجا بود اینجا هست الان؟ میگه نه. میگه خیلی خوب، پس نه اون حقیقته و نه این حقیقته. پادشاه میمونه میگه اه، پس چطور میشه نه اون حقیقت باشه نه این حقیقت، پس چی حقیقت چیه؟ میگه ها، حالا صبر کن من بهت میگم. میگه که درسته که اون چیزی که تو خواب دیدی حقیقی نیست، ولی آیا تو اینو تجربه کردی؟ خب میگه بله، من اونجا بودم تجربه کردم. میگه خیلی خوب، اینی که الان هم حقیقت نیست که داری الان تجربه، آیا اینو داری تجربه میکنی؟ تجربه کردی همین الان؟ میگه خب بله، من دارم تجربه میکنم. میگه که خیلی خوب، پس بازم نه اون حقیقته و نه این حقیقته، ولی تو خود حقیقتی. ببین اینجاست، یکو این پادشاه بیدار میشه و به حقیقت وجودی خودش دست پیدا میکنه. وقتی میگه تو حقیقتی، به چی اشاره میکنه این عارف؟ این به بدن و ذهنیات و من ذهنی این اشاره نمیکنه الان، این اشاره میکنه به اون حقیقت، به اصل، به اون شاهد که هم اون خواب و شاهد بوده و هم این بیداری رو در ظاهر شاهد بوده. بنابراین به شاهد اشاره میکنه که ورای این خواب ها بوده. این داستان رو چندین بار گوش کنید، اصلا این ویدیو رو من دلم میخواد کسانی که واقعا جوینده حقیقتن چندین بار گوش کنن، گوش کنین، یک پاز بذارین همطور هی گوش کنین، برگردین بهش تا این درست جا بیفته و اون بود معنوی شما رو، اون بود رو بیاره بالا. این مثال، این داستان فقط مال ذهن نیست که فقط گوش کنین و قولا یه چیزی بفهمین، این مال اینه که شما یه بود دیگه در ما هست که به اینجا میگن intuition، یعنی اون بود معنوی من که ربطی اصلا به ذهنیات من نداره، ربطی به اینتلکت من نداره، ربطی به احساسات من نداره، به هیچ کدوم اینا ربط نداره، ولی من اینو یک دونستنه که این دونستنه که باعث میشه من این تصویر رو درست ببینم و بگیرم. و پس من الان این جریانی که من الان دارم به شما ارائه میکنم، سعی کنید که ببینید از اون بود، سعی کنید اینو تشخیص بدید و این پیامی که الان من دارم دم اون بود شما رو بعد بتونه بیدار کنه، به
ببینیم اون بود الان بیدار میشه و درست میبینه. این مسئله درست دیدنه. حالا ما حالا برمیگردیم به این سه تا استیتی که الان من میخوام توضیح بدم. اسمشو استیت میذارم چون کلمه فارسیشو من واقعا معادلشو نمیدونم چیه این الان. ببین ما همه بیداری رو تجربه میکنیم. استیت بیداری یعنی بیدار میشیم، همه اینجا دنیا رو تجربه میکنیم. بعد میریم تو میخوابیم، خواب رو تجربه میکنیم. یه خوابی میبینیم، اون تجربه میکنیم اینو. درسته؟ و بعد یه استیتی که هیچی تجربه نمیکنیم. یعنی هیچی رخ نمیده. مثل همون خواب عمیق. پس سه تا استیت الان در جلوی ما باز میشه. یکی استیت بیداریه، یکی استیت خوابه و خواب عمیق. ما رو حول هوش این سه تا استیت الان میگردیم تا بتونیم به حقیقت اصلی دست پیدا کنیم. این سه تا استیت رو که داریم بررسی میکنیم دو تا فرض اشتباه اینجا هست تو این دید ما، این دیدی که الان داریم، دیدی که تو زمان و مکان الان هست. اشتباه اول اینه که یک دنیا اینجا قبلا بوده، من نبودم تو این دنیا، من به دنیا اومدم تو این دنیا، بعد بزرگ شدم، رشد کردم و پیر شدم و مریض شدم و خواهم مرد و وقتی من میمیرم این دنیا بازم هنوز هست. ببینید این یک دیده، دیدیه که من در این دنیای زمان و مکان دارم که همه دارن اینو. دید دومیه که من به عنوان شخص بیدار شدم، این بیداری رو دارم تجربه میکنم تو این دنیا، این دنیا قبلا بوده و من تو این دنیا بیدار شدم. بعد من میخوابم، میرم میخوابم، بعد اون یه خواب میبینم، اون خواب رو تجربه میکنم و بعد یه جایی هست که اصلا هیچی تجربه نمیکنم، خواب عمیقه. این دو تا فرضیه که باید دقیقا روش نگاه کرد، ولی الان من این کار رو نمیکنم. باید اجازه بدین من یه چیزایی رو مطرح کنم تا آخر سر ما بیم جریان پی میبریم و چون دارم فل بداهه اینا رو میگم امیدوارم بتونم تمام این تصویر رو درست اینجا ارائه بدم. واسه همینه که کسانی که انگلیسی بلدن اون قسمت انگلیسی این ویدیو رو تماشا کنن که بهتر بتونن درک کنن اینو. ببین ما دلیلی که اصلا من این حرف رو دارم میزنم، اصلا این ویدیو مطرح شده همینه که ببینیم ما میبینیم که خیلی که اصلا من ایمیل میگیرم میگن که ببین ما میدونیم که من میدونم من این آگاهی هستم، ولی چطوری که من هنوز رها نشدم، چطوری که هنوز مشکلات این دنیا، مسائل، تجربه این دنیا یهو من از جا میکنه. این ویدیو مال همین این نوع افراده که تو این راه رفتن، زحمت کشیدن، وقت گذاشتن و خرج کردن حتی، منتها هنوز این براشون درست جا نیفتاده. یعنی اون کانویکشن، اون چیزی که شما باید بدونی اینو، یعنی خودتو کاملا تا اون آخر بشناسی و بدونی کل چی هستی و کی هستی، این براشون کاملا رخ نداده و از این جایگاه نمیتونن عمل کنن، هنوز از جایگاه شخصی عمل میکنن. خب حالا ببینید ما وقتی تجربه این دنیا رو میکنیم به نظر اینطوری میاد که یه دنیا اینجا هستش، من این دنیا هست و من تو این دنیا بیدار میشم. یعنی دنیا که اینجا هست، من استیت بیداری من در این دنیا رخ میده، این دنیا قبلا بوده، وقتی من بیدار میشم من یه جزوی کوچیکی میشم تو این دنیا که استیت بیداری من در اون رخ میده. درسته؟ بعد یه مدت من اینجا بیدارم و این استیت بیداری مال همه است، یعنی همه دارن این رو تجربه میکنن تو این استیت، یعنی شخصی نیست، این همه دارن این استیت بیداری رو تجربه میکنن. خب این یک چیزی که فکر به نظر میاد اینطوریه. بعد وقتی من میرم میخوابم استیت خواب بیدار میشه، روشن میشه. اول استیت خواب بیدار روشن میشه و بعد دنیای خواب اینجا رخ میده. دنیای خواب دنیایی که زمان و مکان و انسان ها و خود این بدن و اینا همه توشه، ولی این بدن نیست، یه بدنیه که مربوط به خوابه. اوکی؟ تمام ایگویی که اینجا هست، شخصی که اینجا هست مربوط به خوابه و در اونجا این باز میشه. خب
و بعد این دون این تجربه که من میکنم مال خوابه، این شخصیه برای من، یعنی اینو کسی نمیبینه، ولی تجربه ویکینگ، این بیداری رو، بیداری ویکینگ رو همه میبینن، همه همونو دارن تجربه میکنن. و بعد خواب عمیق هم شخصی مال منه و یه خواب عمیق اصلا حساب نیست، در واقع یه چیزی مثل آنکانشسه و مثلا من نمیدونم چی هستم و کی هستم، مثلا مهم نیست خیلی. این چیزیه که تصویریه که همه دارن اینجوری میبینن و این تصویر تا زمانی که ما تو این تصویر هستیم توی قسمت زمان و مکان هستیم، یعنی در واقع بیداری اینجا رخ میده، توی زمان داره رخ میده، بعد بیداری تموم میشه به خواب میریم، خواب رخ میده تو زمان و بعد خواب عمیق میبینیم، اینا همه تو زمان رخ میده. و بنابراین بیداری من مثلا من بیدار میشم ساعت 8 صبح، بعد میخوابم 10 شب میخوابم، بعد یه خواب میبینم، بعد صبح بلند میشم دوباره ساعت 8 صبح، یعنی توی زمان اینا همه داره رخ میده. خب پس این میشه تصویری که من توی بیداری دارم که در زمان و مکان رخ میده. بنابراین من یه شخصم اینجا و این ذهنیات من و احساسات همه اینا داره رخ میده در این دنیا که زمان و مکانه و من اینجوری میبینم، اینجوری میبینم خواب و بیداری و خواب و خواب عمیق. و پس بنابراین این ستا استیت داره تو زمان رخ میده و این ستا استیت به هم مربوطن، یعنی استیت بیداری خواب رو تشکیل میده. ببینید این واقعا اینطوریه، استیت یعنی بیداریه که تو ذهنیات ما هرچی هست خواب به وجود میاد و من خواب میبینم و بعد دیگه خواب عمیق میبینم. حالا ببینیم آیا واقعا اینجوری داره رخ میده؟ یه چیزی که باید یادمون باشه اینه که متوجه بشیم این دیدی که ما الان داریم تو اینجا به نظر میاد که یه دنیای هست و این استیت بیداری من در این دنیا داره رخ میده، نه برعکس. اوکی؟ یعنی یه دنیا قبل از این استیت واقع شده، این دیده، دیدی که اینجوری من دارم نگاه میکنم الان. و بنابراین این دید منو رها نمیکنه، چون تو این دید که من الان هستم، بر فرض اگر برم من پلوی یک عارفی بشینم و اون به من اشاره کنه که تو این آگاهی هستی که اینجا هستی، تو این بدن و ذهنیات اینا نیستی، این اطلاعات چون داره در این دنیای زمان و مکان رخ میده، چون من این تمام اینجا خودم رو تو این دنیا میبینم یهویی، خب به عنوان شخص دنیام که جوینده حقیقتم الان، وقتی این اشاره میکنه به این آگاهی که من هستم که تو من اونم، این آگاهی آگاهی حقیقی نیست، این یک ریفلکشن آگاهیه، طوری که وقتی این خواب، وقتی این دنیا یعنی این بیداری تموم میشه، بسته میشه، خب این آگاهی اصلا نابود میشه، از بین میره. همونطور که شما مثلا وقتی عمل جراحی رو میخوان رو شما روش میدن، این بیهوشی بهتون میدن، این بیهوشی مال این ریفلکتینگ کانشسنس، یعنی این آگاهی که ریفلکت شده، متمرکز شده روی ذهن و ذهنیات ما، این آگاهی ریفلکشن اینو اینا میخوابونن که بتونن عمل انجام بدن. یا یه چیزی تو ضربه به ما میخوره، این وقتی بیهوش میشیم این آگاهی ریفلکشنه که بیهوش میشه، ولی اون اصل نیست. خب پس اگر من وقتی گورو به شما میگه، عارف به شما میگه شما آگاهی هستین، اشاره میکنه به آگاهی، ولی این آگاهی که اینجا در زمان و مکان من دارم تجربهش میکنم، این آگاهی نیست. این آگاهی متمرکز میکنه خودش، مثل یه نوریه که میفته رو ذهن من و میفته روی ذهنیات و احساسات من که من این بدن رو بتونم درست استفاده کنم برای تجربه فرم تو این دنیا. و بنابراین یه ریفلکشن، این ریفلکت شده. وقتی این دنیا خواب، این دنیای بیداری بسته میشه، این ریفلکشن کاملا میخوابه. ولی وقتی من خودم رو تو این دنیا میبینم، فکر میکنم من اونم، من اون آگاهی هستم. واسه اینه که من رها نمیشم، چون من خودم رو با چیزی الان هم هویت کردم که میاد و میره، پس اون حقیقت نیست الان. حالا همون جورم در خواب، خوابی که من میبینم یک استیتی باز میشه و اون دنیای خواب اونجا رخ میده.
پس و اون در خواب هم اون ریفلکشنی که اون تابشی که رخ میده مربوط به ریفلکتینگ کانشسنس، یعنی اون آگاهی که ریفلکت شده است که اونجا رخ میده که تو ما من بتونم این دنیای دویی رو تجربه کنم. و بعد میشه خواب عمیق که اون دنیای اون ریفلکشن کاملا از بین میره در خواب عمیق. پس این چیزی که من الان تصویری که من دارم میبینم و این تا زمانی که من خودم رو تو این دنیا میبینم که به نظر میاد من یه قسمتی از این دنیا هستم و حس من اینه، اینجوری حس میکنم، این رها نمیکنه من، چون فرض من اینه که این دنیا حقیقی الان این حقیقته. اون خوابی که من میبینم فقط یه خوابه، در واقع خوابه، دریمه، و اون خواب عمیقم که دیگه هیچی، من اصلا کاملا بیهوشم. این طرز فکر منو باعث میشه که من بیفتم تو اینجا، نتونم خودمو بکشم بیرون، نتونم درک واقعی داشته باشم. حالا این متدی که من الان دارم پیشنهاد میکنم به شما، این شما رو از این دید، این دید رو در واقع کارکت میکنه، درستش میکنه، چون این دید دید واقعی نیست، دید حقیقی نیستش. ما باید ببینیم اصلا این حقیقت رو، این تجربه رو واقعا چجوری، تجربه اصلی ما چیه، چون همه ما این تجربه اصلی رو داریم میکنیم منتها توجه نکردیم بهش. برای درک این حقیقت شما برای یه لحظه، برای این زمانی که دارین به این ویدیو گوش میدین، باید این نظر، این باوری که این دنیا حقیقته، اون چیزی که من میبینم تو خواب خوابه فقط و اون خواب عمیق دیگه هیچه، اینو بتونین یه مقدار بذارین کنار الان تا بتونین این مسئله، این کلام رو درست درک کنین. این دید که من این دنیا حقیقته، این دید نمیذاره شما درست بفهمین که من الان چی میگم، درک کنین اینو. بنابراین اگه بتونین اینو بذارین کنار، این دیدی که به صورت افقی هستش، زمان و توی زمان و مکانه، این دید اینجوری میبینه، ببینین افقی میبینه. حالا کاری که من الان دارم میکنم، این سه تا استیتی که الان رخ میده، بیداری، خواب، خواب عمیق رو با این زاویه دید میخوام ببینید. و اون زاویه اینه که عوض که اینطوری افقی نگاه کنین زمان و مکان، که من تو زمان و مکانم اینجوری میبینم، این دیدو یه 90 درجه بیارین بالا، یعنی اینجوری نگاه باید بکنینش، عمودی اینجوری نگاه کنین. ببین وقتی من اینجوری دیدم، من اینجوری عمودی میشه، این در واقع دید اصلی ماست، دید واقعا اون دید حقیقت وجودی ماست. به این صورته که من وقتی اینجوری عمودی نگاه کنم، یهو میبینم نه، اون دید قبلی من اونجوری نیست. من وقتی که دنیای بیداری باز میشه، استیت آف بیداری باز میشه، من اینجا، این استیت اول باز میشه، ببینید استیت باز میشه در مقابل من، در حضور من باز میشه. بعد توی این استیت زمان، مکان، دنیا، خود این بدن، بدنهای دیگه یهو ظهور پیدا میکنه، یهو ظهور پیدا میکنه. خب و بعد من این استیت رو قشنگ تجربه میکنم، آدم ها رو، تمام اینا رو. بعد در حضور من این استیت کاملا بسته میشه، ببینید کاملا بسته میشه و کاملا میفته، طوری که وقتی که در من خواب عمیق هستم همچین استیتی رو مثلا یادم نمیاد، اصلا وجود خارجی نداره. درسته، همه اینو تجربه میکنم. خب پس این میفته، بعد دوباره در حضور من یه استیت دیگه باز میشه که اصلا به ربطی به اون استیت قبلی نداره، که به اینو ما اسمشو گذاشیم خواب یا دریم. اینم این همون باز میشه، این استیت، دنیایی که باز میشه که زمان و مکان و فرم و همه اینا در این استیت باز میشه، دم اینا در اون استیت رخ میده. بعد یه طوری میشه که این استیت هم کاملا در وجود من بسته میشه و بعد هیچی رخ نمیده، ولی من هستم. یادتون باشه، حالا برین تو خواب عمیق، تو خواب عمیق میبینین اونجا هست، یک هستی هست، آگاهه. وقتی که من بیدار میشم میگم آره من دیشب یک خوابیدم، خواب دیدم و خواب عمیقم داشتم، یه جایی بود که هیچی ندیدم، هیچی حس نکردم، ولی
من هستم اونجا که دارم این رپورت میدم. ببین این من هستم، این با اون من ذهنی و این من توهمی تو ایگو در عالم بیداری، این اون نیست. اون اصلا فقط یه فکر تو ذهن و اون در کاملا در دنیا و قرار گرفته. اصلا اون نمیتونه خودشو ببره اصلا تو عالم حتی دریم. وقتی که عالم دنیا بسته میشه اصلا کاملا نابود میشه. بنابراین وقتی که من میگم من هستم، من دیدم خوابم تو، یعنی در واقع اون آگاهیه که داره میبینه. این قسمت رو شما باید از طریق اون اینتویشن، یعنی اون نور وجودتون با از اون طریق نگاه کنید، نه از طریق ذهن و من ذهنی، چون اون ذهن و من ذهنی چون توی این دنیا هستش اینو نمیتونه ببینه درست. پس وقتی که من رفتم تو اون خواب عمیق، اونجا نه زمان هست میبینم، نه زمانه، نه مکان هست، نه من چیزی میبینم، نه چیزی میشنوم، نه اینجا کسی هست، ولی آرامش مطلقه و هیچ گونه محدودیت اونجا نیست. ببین خودتون قشنگ چشم ببندید ببینید یادتون بیافته چه خواب عمیق چطوری بود و هیچ ترسی نیست و اینجا من فقط خودمم، اینجا کسی دیگه ای نیست. و بعد یک شادی اونجا هست، یک آرامشی هست که اون آرامش مربوط به این میشه که این دویی و عالم دویی اینا همه از بین رفته، فقط من خودمم. ببین در خواب عمیق همه اینا هست و هیچ در زمانم نیست. اینطوری نیست که یک زمان و مکان توش باشه، یه جای شروع شده یه جای ختم شده. پس این خواب عمیق چی الان اینجاست؟ با دقت نگاه کنه. اینو ما اسمشو گذاشتیم خواب عمیق، ولی واقعا خواب عمیق نیست. این خود منه، خود هستیه، هستی و این خواب عمیق اینا یکی هن. با دقت نگاه کنه. ببینید اینجا به نظر میاد unconscious، یعنی اصلا آگاه نیست، ولی من اینجا هستم. اینجا یه هست، پیور اگزیستنس بهش میگن. پیور یعنی این وجود در زمان و مکان نیست، شامل حال زمان و مکان شامل حال من نمیشه. ببینید توی خواب عمیق اگه نگاه کنید چشم حتی اگه ببندین الان این وجود زمان و مکان شامل حالش نیست، پس در زمان و مکان نیست. بعد این نه تنها وجودم من هستم، بلکه آگاه هم هستم. منتها این آگاهی با اون آگاهی که تو دنیا من تجربه میکنم فرق داره. اون آگاهی یک ریفلکشنه، من این آگاهیه که میخوره به ذهن و احساسات. اون ذهن ما، فکر خیال و ذهن ما، مغز ما و احساسات ما اون آگاهی رو استفاده میکنن تا بتونن فانکشن کنن. منتها این آگاهی که ما داریم صحبت میکنیم اینو بهش میگن پیور آگاهی، پیور کانشسنس. یعنی این آگاهی نیازی به فکر و احساسات و بدن اینا نداره. این فقط هست و آگاه، یعنی درست مثل آتش. اگر من خودم رو به عنوان آگاهی بگم مثل آتش میمونه، نور آتش همون آگاهی منه، نوری که از، یعنی در واقع در درونشه، یعنی جز بشه، یعنی سوا نیست از من. این آگاهی خود منه، ولی صفت نیست، من آگاهم نیست. این آگاهی در منه الان خابیده اینجا وجود داره. و بعد در ذهن اینجا آرامش هست، شادی هست. این شادی با شادی دنیایی که من تجربه میکنم فرق داره. این شادی شادی خودم فقط هستمه، شادی که کسی دیگه اینجا نیسته، این شادی که هیچ کسی دیگه نیسته. ببینید این خیلی باید شما واقعا اینو تجربه کنین که همه میکنن، منتها دقت نکردن به این مسئله. بنابراین خواب عمیق خواب نیست، این دقیقا حقیقت خود منه که همینم اینجاست. ببینید اون اینطوری نیست که من باید بخوابم تا اونو تجربه. این چیزی که الان من دارم صحبت میکنم همینجاست الان، به عنوان هستی، به عنوان آگاه و به عنوان کاملا آرامش کامل، همین اینجا سلام. این یه چیزی نیست که اونجا تموم بشه حالا اینجا شروع یه چیز دیگه شروع میشه. این به عنوان مخرج مشترک توی هر سه تا اینا هست. الان در بیداری هست، در خواب هست و در خواب عمیق هست. ولی این از دید کسی که تو این دنیاست. من مجبورم بگم بیداری، خواب عمیق، اینا تو، یعنی واقعا اینطوری نیست. حالا من براتون دقیقاً توضیح میدم این چه جوریه.
وقتی من 90 درجه زاویه دیدم و میبرم بالا، اینجا از این دید نگاه میکنم، میبینم که این استیت وقتی باز میشه است که دنیا توش هست. خب حالا اگر این استیت بیداری باز نشه، این دنیا قابل تجربه نیست. حالا چرا؟ برای که ببین خواب من براتون انالایز کنم. ببین وقتی که استیت خواب باز میشه، بعد اون دنیای تو خواب باز میشه که من اونجا هستم، دیگران هستن، درخت هست اونجا، رودخونه هست، همه اینا هست، تمام فرم هست. ولی من به هیچ وجه نمیتونم اون دنیای خواب رو تجربه کنم مگر اینکه این استیت خواب اول بیدار بشه. این استیت باید بیدار بشه تا من بتونم اون دنیا رو تجربه بکنم. اگر این استیت نباشه، اون دنیا قابل تجربه نیست. اوکی؟ همینطورم اینجا. اگر این استیت باز نشه، این دنیا قابل تجربه نیست. هیچ کسی نتونه، نمیتونه این دنیا رو تجربه کنه بدون اینکه این استیت باز بشه. بدون باز شدن این استیت، این دنیا قابل تجربه نیست. پس بنابراین همونطور که در خواب دنیا در استیت قرار میگیره، نه استیت توی دنیا، در این بیداری هم دنیا توی استیته. دنیا وقتی میگم یعنی تمام زمان، مکان، فرم، آدم ها، خود این بدن، اینا همه در دنیایی هستن که در این استیت واقع میشن. اگر این استیت باز نشه، این دنیا نمیتونه باز بشه. به طوری که وقتی هم که این استیت بسته میشه، ببین این دنیا تو این استیت، وقتی این بسته میشه، تمام این دنیا یهو میریزه در مقابل من. مگه اینطور نیست؟ این تجربه اصلی منه، این تجربه واقعی منه. وقتی این دنیا بسته میشه، هیچی نمیمونه اینجا. بعد یهو یه چیزی دیگه باز میشه، مثل دنیای خواب، و همه چیزش فرق داره. تو این دنیای خواب من یهو پرواز میکنم، یعنی اصلا قانون فیزیک اینجا دیگه نیست، این خیلی وسعتش بیشتره. ولی من متوجه میشم که اگر این استیت باز نشه، دنیا نمیتونه تجربه بشه، دنیای خواب نمیتونه تجربه بشه، زمان و مکان اونجا نمیتونه تجربه بشه. پس این استیت باید باز بشه تا اون دنیا باز بشه. وقتی این استیت بسته میشه، کاملا میره. بعد یه جایی میشه هیچی رخ نمیده، هیچی اتفاق نمیده، هیچ فرمی دیگه نیست که میشه در واقع همون خواب عمیق. پس این متوجه بشیم که ما قبلا فکر میکردیم استیت توی دنیاست، اول یه دنیایی هست، من بیدار میشم تو این دنیا، استیت بیداری من هست اونجا. الان برعکسه، میبینیم اول استیت باید باز بشه، بعد دنیا و بعد زمان و مکان که تو این دنیاست. پس دنیاست که توی استیته، استیت تو دنیا نیست. خیلی مهمه این درک. همینطور توی این دنیا زمان و مکان وجود داره، زمان و مکان در استیت واقع میشه، نه برعکس. ما قبلا فکر میکردیم تو اینطوری وقت نگاه میکنی به نظر میاد که استیت بیداری اینجا رخ میده الان، بعد این تموم میشه، بعد خواب رخ میده تو زمان، بعد خواب عمیق من میبینم، بعد دوباره بیدار میشم. یعنی همه اینا تو اینجوری رخ میده، درسته؟ در واقع استیته که توی زمانه، سیکوینشاله. اوکی؟ ولی وقتی اینجوری من نگاه میکنم، میبینم نه، این استیت باز میشه، بعد یهو دنیا باز میشه توش که زمان و مکان توش هست. خب پس این دنیاست که توی استیته، نه استیت توی دنیا. خیلی خیلی مهمه این، یکی از مهمترین نکته هاست که اگر شما با دید درست نگاه کنید، باید دید از اینجا باشه نه از اینطوری. دید تو دنیا نمیتونه اینو نمیگیره. خب پس این یکی. بعد من متوجه میشم این استیتا که وقتی باز میشم، وقتی این باز میشه، اون یکی نیست، وجود نداره اصلا. اون یکی خواب وجود نداره. وقتی استیت این استیت بیداری رخ میده، اون یکی نیست. وقتی این بسته میشه، کاملا نابود میشه، اون یکی باز میشه. خب بعد بسته میشه. اینا در آن واحد نمیتونن، هر دو در آن واحد ظهور کنن. بنابراین این دو تا استیت به هم ربطی ندارن اصلا. حالا مثالی که من میتونم بزنم اینجوریه، مثالی که میزنن کلاسیک به این صورته که
فکر کنین که اون خواب عمیق که اصل منه یک تناب باشه، اصلیت من یک تناب، فقط مثال متافور. بعد این استیت بیداری رو در نظر بگیرین مار باشه. خب بنابراین این تناب و استیت خواب رو در نظر بگیرین یه تیکه چوب باشه، چوب بلند. حالا این تناب یک هو در استیت بیداری مثل مار خودش ظاهر میکنه، ظهوره. خب مثل مار ظاهر میشه، بعد بسته میشه کاملا از شکل مار، بعد به صورت چوب ظاهر میشه در خواب به صورت چوب، بعد دوباره اون چوب بسته میشه، بعد خود تناب دوباره باقی میمونه. اینجا همون یه دونه تنابه. ببین این تناب این پشت هیچ عوض نمیشه، همیشه همینه، ولی ظهورش متفاوته. حالا وقتی که به صورت در بیداری که میگیم به صورت مار ظاهر میشه، وقتی به شکل مار ظاهر میشه به شکل چوب نمیتونه ظاهر بشه، درسته؟ نمیتونه در آن واحد هم به شکل مار باشه هم به شکل چوب. وقتی به شکل مار ظاهر میشه به شکل چوب نیست، وقتی که به صورت چوب ظاهر میشه به صورت مار نیست. اینا با هم اصلا ربطی ندارن، این با اون هیچ گونه ربطی نداره، اینا فقط دو جور ظهور مختلفن، ولی از این دو تا ظهور من خودم رو میتونم تشخیص بدم، حقیقت خودم رو، چون من دارم مشاهده میکنم همه اینا رو. اوکی؟ و بعد وقتی که هیچ کدوم ظاهر میشه همون تنابه اینجا، این تنابه اینجاست الان، هم در ظهور هم از وقتی که این مار ظاهر میشه این تناب اینجاست، چون این تناب باید باشه که به صورت مار خودشو نشون بده، درسته؟ و وقتی هم که در خواب به صورت اینجا در خواب به صورت چوب ظاهر میشه، بازم این تناب باید باشه، اگه نباشه اصلا ظهور رخ نمیده، و بعد در خواب همی خود این تناب باقی میمونه در واقع به این صورت. پس این اصل، این پشته. حالا من باید ببینم من اینی که این سه تا استیت رو داره مشاهده میکنه این کیه؟ ببینید این استیت باز میشه اینجا جلوی من، جلوی دید من، بعد این بسته میشه بیداری، بعد دوباره خواب باز میشه بسته میشه، و بعد خواب عمیق رخ میده. این دو تا استیت مهمی که باز میشه در مقابل کی داره باز میشه؟ در مقابل حضور کی داره باز میشه؟ و صحبت اینه، آیا این در مقابل این من ذهنی، ده منی که من از خودم ساختم که تو این دنیاست، اوکی؟ یه منی هست تو ذهنم، از خودم یه منی ساختم، خب این منه تو این دنیاست، خب که در زمان و مکانه، و این دنیا توی این استیت الان واقع شده. ببین اینجا استیت این دنیا توشه و منم توی این دنیا. آیا این استیت قابل درکه برای این منی که اینجا هست و میخواد دنیا رو و حقیقت رو ببینه، یا اینکه این استیت داره در مقابل شما در مقابل خود حقیقت باز میشه؟ چون این دید، در این دید استیت داره در من رخ میده، من در استیت رخ نمیدم. ببینید من اگر خودم اون شخص بدونم من ذهنی، اون شخص من ذهنی در دنیا در استیت واقع شده، ولی من ورای استیت قرار گرفتم، یعنی طوری که من شاهد این استیت هستم، اینطوری شاهدم که من اینجام، این استیت یهو در مقابل من باز میشه، ظهور پیدا میکنه، ببین ظاهر میشه یهو، بعد یهو کاملا بسته میشه، اصلا کاملا، یعنی در واقع هیچی رخ نداده، بعد دوباره در مقابل من یه استیت دیگه باز میشه، همون که بهش اسمش خواب میذاریم، اون یه جور دیگه است اصلا، تمام شخص خود من نیست اونجا، اونجا واقعا یه شخص دیگه داره عمل میکنه، طوری که پرواز میتونه بکنه، اصلا قوانین فیزیک در اونجا نیست، همه چیز جور دیگه است، خیلی وسعتش بالاتره، ولی در ضمن ولی من شاهدشم، من دارم میبینمش درست در طوری که در من ظهور میکنه، مثل استیت بیداریه، برای همین باور کردنیه، زمانی که من دارم اونم واقعا باور کردنیه، چون عیناً همون ظهور پیدا میکنه. دوباره مثال اون پادشاه رو بزنیم، ببین وقتی اون داشت خواب میدید که مثلا کشورش از دستش رفته، این تجربه که داشت میاد واقعی بود در مقابلش، خیلی حقیقی میزد. پس بنابراین
این که در مقابل من ظهور پیدا میکنه دقیقا شبیه به این که بیداریه، این همه اینا. و بعد این یهو از بین میره، خب بعد یه جایی میشه که اصلا هیچی در وجود من رخ نمیده. حالا اگر من نقطه نظرم رو بتونم عوض کنم، از این نقطه دید افقی بتونم بیام بیرون و بتونم عمودی اینو نگاه کنم، این نگاه یک بودی رو در من بیدار میکنه که درست ببینم این تجربه که میکنم، چون این تجربه اصلی واقعی من اینه، همه دارن اینو تجربه میکنن، من تو توجه بهش نمیکنم. پس اگر من بتونم این دید رو یه لحظه بذارم کنار که این دنیای حقیقی این واقعیه و اونم خوابه، اونم خواب عمیقه، و اینو از این دید نگاه کنم که این یه من اینجا هستم به عنوان حقیقت، یه چیزی در من هی باز میشه، ریفلکت میشه، مثل بیداری میشه و یه چیزی بسته میشه کاملا و بعد کاملا نابود میشه. این یه جای دیگه نمیره که اونجا باشه، دنیا بره همونجا باشه، اونجوری نیست، این یهو نابود میشه اصلا. بعد یه دنیای دیگه به عنوان خواب باز میشه بعد اینجا یهو نابود میشه کاملا و بعد من اینجا هنوز هستم و این دید منو رها میکنه. این دید نشون میده که من اینجا همیشه هستم، چه این استیت باز بشه یا نشه من اینجا هستم. چه این وقتی این استیت باز میشه دنیا باز میشه. اگر این دنیا باز بشه و نشه که تو این استیت هست، در وجود من که اینجا هستم اصلا اثری نداره. اما وجود این استیت که اینطوری باز میشه کاملا مربوط میشه به من. اگر من اینجا نباشم که این امکان نداره، این استیت اصلا نمیتونه باز بشه و این دنیا نمیتونه باز بشه. پس این دنیا وجودش به من ربط داره. من به عنوان چی؟ نه به عنوان شخص، من به عنوان خود حقیقت. این دنیا فقط و فقط میتونه تجربه بشه فقط و فقط وقتی من اینجا باشم. و اگر من نباشم که وجود نداره همچین چیزی کیسی، این دنیا و این استیت نمیتونه باز بشه. درست مثل همون مثالی که زدم، اگر این تناب نباشه، این فرم، این تناب نمیتونه خودشو به شکل ماریو دراره. این تناب اول اینجا باید باشه که بعد خودش ظهور پیدا کنه به اون صورت، به صورت ما، و بعد بخوابه کاملا و بعد دوباره به صورت چوب از خودش رو در نشون بده. پس من اگر اینجا نباشم هیچ کدوم اینا رخ نمیده، درست؟ پس اینا همه به وجود من ربط داره. این خیلی رادیکاله. شما ببینید، شما فکر می‌کنید من این شخصم، این دنیا هنوز اینجاست، منم تو این دنیا به وجود، منم اینجا دنیا اومدم، همچین چی اصلا دنیای اینجا من نیومدم. اگر من برم الان شما چشم ببینید در اون حالت خواب، هیچ کس اینجا زاده نشده اصلا. ببین، هیچ کس به دنیا نیومده، هیچ کس دنبال حقیقت نیست، هیچ کس به حقیقت نرسیده، هیچ کس بیدار نشده. من نه میبینم اونجا، نه میشنوم، نه باور میکنم چیزی رو، نه چیز رو میتونم به خاطر بیارم، نه میتونم از یاد ببرم. این استیت خواب دقیقا اون حقیقته. و بعد من اصلا زایده نشدم اینجا. اینجا چیزی، کسی زایده نشده و کسی اینجا نمیمیره. بنابراین مرگ کاملا مشخصه چجوریه. مرگ دقیقا ایکویوالانت با خواب عمیق. نگفتم مساوی، گفتم ایکویوالانت. ایکویوالانت من این یک اصطلاح واقعا ریاضیه، یعنی مساوی نیست ولی دقیقا شبیه، ایکویوالانتن اینا. پس مرگ بر من کاملا مشخصه چجوریه. چرا من از مرگ باید بترسم؟ مرگ همون خواب عمیقه. همه ما در دنیا که هستیم داریم میکوشیم که شب بشه من برم سرمو بزنم بگیرم بخوابم، برم تو اون خواب عمیق، تمام اینا بندازم. غیر از اینه، اون فقیری که توی کارتون میخوابه و اون پادشاهی که الان رو تخت، اینا هر دوشون وقتی میخوابن همون یه تجربه رو میکنن، همون یه تجربه است. هم دلشون میخواد زودتر بخوابن برن بندازن همه اینا رو. غیر از اینه، پس بنابراین
من اینجا حساب کنم باید با خودم مشخص، من اینجا کی هستم اینجا؟ من آیا یه شخصم تو این دنیا افتادم، یه گوشه این دنیا دارم این تجربه میکنم، یا اینکه من خود حقیقتم که شاهد اینا؟ خب این استیت ها، سه تا استیت به صورت فرم در من ظاهر میشه، در به صورت فرم من اینا، این فرم باز میشه، این فرم بسته میشه، دوباره اون یکی باز میشه، اینکه بسته میشه، و من شاهد این فرم هستم نه خود فرم. این استیت در من داره رخ میده، ظهور پیدا میکنه و نابود میشه. پس این نمیتونه حقیقت باشه. ببینید یه چیزی که هی ظاهر میشه، هی بسته و باز و بسته میشه، شما ببینید چقدر حقیقت توشه. پس اینا هیچ استیت هم اصلا وجود نداره. پس حقیقت مطلق چیه؟ فقط خودمم، خودم و خودم، فقط خودمم اینجا، کس دیگه اینجا نیست. ببینید یه مثال براتون، وقتی من میرم تو استیت خواب میخوابم، اونجا میبینی آدم، میبینی اون آدم، وقتی خواب تموم میشه اون آدمای اونجا چی بودن؟ فقط در از دید من فقط یک لاشه بودن، فرم بودن، درسته؟ وقتی استیت بسته میشه فقط ولی من هستم، ولی من میدونم کیم. این استیت دنیام که باز میشه این همونه، این بدن، این آدم ها، همه اینا فرمن در وجود من، من اینا رو به صورت فرم میبینم، اینا هیچ کدوم آگاه نیستن، کانشس نیستن، فقط فرمن که در من ظهور پیدا میکنن. من این آگاهی من داره در اینا میدمه، در واقع که ریفلکشن من هست که اینا میتونن فانکشن کنن، ولی هیچ کدومش واقعیت نیستن، چون وقتی بسته میشه فقط منم دوباره، من نه به عنوان دوباره شخص. ببینید اینو شما باید چندین بار گوش کنید تو بفهم، این در وجودتون بیدار بشه که یه دید دیگه است اینجا، 90 درجه فرق داره با دید دنیایی. ببینید اینجوری باید نگاه کنین این استیت ها رو. پس من میفهمم که اصلا این استیت ها وجود خارجی ندارن، چون هی باز و بسته میشن. ببینید این که باز میشه یکی بسته است، این یکی باز میشه اون یکی بسته است، هی دوباره هی نای باز میشن بسته میشن، اینجوری باز و بسته. پس چیزی که اینطوری باز و بسته میشه جلو من که نمیتونه حقیقت باشه. ولی من چی؟ آیا منم جزو اونم؟ من نابود شدنی هم، منم نابود میشم وقتی استیت از بین میره؟ میبینم نه، من اینجا هستم، من شاهد اینم که این یک استیتی هی باز میشه هی بسته میشه، دوباره یه چیز دیگه باز میشه بسته. پس این در حضور من داره رخ میده. پس این دید رو وقتی من پیدا میکنم، اینجاست که من رها میشم، رهایی اینجا رخ میده که من بفهمم کی هستم اینجا. من چیزی نیستم جز حقیقت مطلق. در زمان من جای نمیگیرم، چون زمان و مکان در استیت واقع میشه. من در زمان نیستم، در مکانم نیستم، مکان مربوط میشه به دنیا، دنیا مربوط میشه به استیت، استیت در مقابل من داره رخ میده به عنوان فرم. من ورای فرم منم، من دارم فرم رو میبینم. وقتی من دارم استیت رو میبینم، نمیتونم تو خود استیت باشم. منتها این دیدن با دیدنی که من ذهنی، من توهمی داره میبینه، نه اینا یکی نیست. اونی که تو من ذهنی داره میبینه تو توهم، اون در دنیا داره میبینه، چون توی دنیا استاک شده، اونجا هست، از اونجا نمیبینه. ببینید وقتی شما یک من اینجا تو این دنیا باشه، این من تو استیته، تو خود اینجاست، این نمیتونه بلند شه از این دید ببینه. ببینید اگه بخواید اون توی تجسم کنید، پس این منه نیست که داره این حقیقت رو میبینه، این خود حقیقت، این دید خود حق، خود حقیقت داره میبینه. پس وقتی من اینو درک کردم، متوجه میشم که این دنیا، این باز و بسته شدن ادامه داره، همطور مثلا هی باز میشه هی چیزی بسته میشه، ولی این باز و بسته شدن ها رو دیگه من میدونم چیه پشتش. من خودم رو دیگه اینجا گم نمی کنم. وقتی من این دیدم اینجا 90 درجه عوض شد، اون دید قبلی اصلا اوورراید میشه، کاملا از بین میره دیگه. شما لازم نیست رو کار کنین روش، او من ببینم چجوری میتونم همیشه اینجا این دید. نه، وقتی شما اینو فهمین، درک عمیق درونی میخواد، این ذهنی اگر بفهمین و سعی کنین پرکتیس تمرین کنین، اینو نمیشه اونطوری، اینو باید اون بُعد معنوی شما اینو درک کنه، و بعد وقتی فهمیدین که اونجا قرار میگیره، دید ما اینجوری میشه، عمودیه نه افقی. بنابراین من دنیا رو میبینم، باز میشه بسته میشه، اون یکی دنیا رو میبینم، خب اینا با هم عین همن،
باز هی باز و بسته میشن و هر دوش یه تقریب هر دوش این هم غیر واقعی هم. هر دوش این هم. حالا یکی ممکن اینجا بشینه بگه که نه بابا این همه شماش فلسفه است، این دنیا واقعیه، این به این ببین این لیوان آب من الان دارم میخورم، به این آب واقعیه، الان تشنگی منو رفع کرد و اون غذایی که میخورم قشنگ گرسنم، همه اینا واقعی، این میز، این سن، اینا همه واقعیه. هم. ببین این دید که به این صورته، این دید مال این دید من است که اینجاست. این دید نمیتونه این دیدو ببینه. ببینید وقتی شما در اینجا قرار گرفتی و باور کردی که این دنیا حقیقته، این استیت حقیقته، اون یکی خوابه، نه اون درست نیست، ولی این یکی واقعیه. وقتی من این در اینجا خودم رو مستقر کردم و فرضم اینه که این واقعیه و نمیتونم اینو بتکونم از خودم، خب وقتی نتونستم من اینو بتکونم نمیتونم این پیامو بگیرم. خب ممکنه ذهنی بتونم بگیرم ولی این پیام در من تحول رخ نمیده. خب پس این پیام مال کسیه که بتونه دقیق اینو اول بشنوه، درست بشنوه، بعد اینو پروسس کنه و بعد این پروسسی که درش رخ میده بره در خلوت مدیتیشن چشمو ببنده و اینو سعی کنه هضم کنه که درست بفهمه، درست در که به طوری که این دید حقیقت باشه براش، یعنی دید حقیقیش روشن بیدار بشه که در همه ما هست. ببین من اینو الان ابراز کردم اینجا، این حقیقت منه، ولی این حقیقت شما اگه فقط باور کنی بعد بری برای دیگران توضیح بدی، این درد منو دوا، درد شما رو دوا نمیکنه. این حقیقت باید حقیقت خود شما باشه، این دید باید دید از حالا بعد دید شما باشه، این دید حقیقته. بنابراین این دنیا دیگه واقعی نیست که انقدر هی چیزی باز میشه چیزی بسته میشه، دیگه همش خوابه. یعنی یه خواب اینجا هی رخ میده، یعنی من اینجا به عنوان اون خواب عمیق در واقع اون حقیقت اصلی منه، این اینجا به خواب نمیره اصلا، من اصلا هیچ وقت به خواب نمیرم. یهو یه چیزی به صورت خواب باز میشه بر من، یه چیزی دوباره بسته میشه، یه چیزی دوباره باز میشه بر من بسته میشه، بعد دوباره من خودم اینجام، من به خواب نمیرم هیچ وقت. ببین من همیشه اینجام، به خواب نمیرم. اون ببین اون استیت من خواب عمیق رو در نظر بگیر، اونجا من هستم و آگاه هم هستم، ولی نه به صورت آگاهی در بیداری، یک آگاهی مثل آتشی که نورش جزوشه، نمیتونه نور جز و آتش، آتش اصلا خاصیتش اینه که نور داشته باشه و خاصیتش گرماست. بنابراین من وقتی مثال وقتی میزنیم، من وقتی به عنوان حقیقت اگر تشبیه کنم به عنوان آتش، اون نورش تمون آگاهی منه که تو جز و خود منه و بعد اون شادیش، اون آرامشش همون گرماشه و جز و خود اینه، یعنی اینطوری نیست ثوابش و صفت من نیستن، اینا صفات من نیستن، مثل آه خدایی از اینجا یه صفاتی داره، اینجوری نه، من این سه تا چیز اصلا جزء خود منه، جزء هستی منه، این هستی من جزء اصلا به زمان و مکان ربطی نداره، چه زمان باشه چه نباشه، چه دنیا باشه چه نباشه، من هستم، من باید به این نتیجه برسم آخر سر و بعد این دیگه کامله، این راه، این دیگه این آخرشه، یعنی من خودم رو تشخیص داده باشم از این انالایزی که کردم و بر روی خودم دیگه مستقر شده باشم. مستقر روی خود یعنی این که من دیدم همیشه این باید باشه، وقتی بلند میشم از خواب رخ میده این تصویر به نظر میاد که من با اون شخصم اینجا دارم بلند میشم، دیگه بدونم من دیدم چجوری باید باشه و چجوری هست اصلا، نه اینکه شما الان دید تو باید عوض کنی، این دید عوض نیست، این دقیقا دیدیه که شما دارید همه دارن تجربه میکنن، منتها توجه بهش نکردن. بنابراین من فکر میکنم کلام رو گفتم تا اون اندازه که باید بگم، ولی اگر که شما تشخیص میدین که دلتون میخواد اون ویدیوهایی که به زبان انگلیسی من گفتم مطرح کردم ببینید،
اگر زبان انگلیسیتون خوب هستش حتما اونا رو ببینید، چون اونا رو من از روی نوت همه رو جمع آوری کردم و قدم به قدم توضیح دادم و طوری که بتونن همه درست درک کنن. اگر کسانی هستن که بخوان با من تماس بگیرن، من سرویسی که میدم برای تمام مردم دنیا به طور رایگان هست. ایمیل من هست eroozdar@hotmail و وبسایت من هست meditation عرفان، عرفان هست erfan.com. شما میتونید در یوتیوب چنلم برین، خیلی ویدیوهای مختلف گذاشتم مخصوصا به زبان فارسی. و بعد دوباره همینو میگم، این واقعا این ویدیو هدیه منه به تمام فارسی زبانان و ایرانیان عزیز خودمون در کشور عزیزمون ایران. روی ماه همگی شما رو میبوسم و آرامش و عشق و حقیقت آرزوی منه برای همه این دنیا.